سلام بر شما، خوش آمدید به این صفحه دوی ویژه 40 سالگی انقلاب ایران، برنامه زنده که در اون سوالات رو شما از مهمانان میپرسید. قرار هست در این برنامه 4 مهمان داشته باشیم که فعلا ارتباط ما با 3 نفر برقرار هست، 2 نفر در استودیو و 1 نفر سوم در تورنتو. با ما باشید. همونطور که گفتم در طول این برنامه زنده راه‌های تماس با بی بی سی برای شما باز هست و این شما هستید که میتونید سوالاتتون رو با این مهمانان مطرح کنید. ما پیشتر هم از شما در فضای مجازی خواستیم که چنانچه سوالی از این مهمانان دارید برای ما بفرستید که بعضی از شما همین کار رو کردید. اما اجازه بدید اول مهمانان رو معرفی بکنم. اینجا در استودیو نیما راشدان از اعضای گروه فرشگرد معتقد هستند به لزوم براندازی جمهوری اسلامی. باز هم در استودیو علیرضا نامبر حقیقی مدرس سیاست در دانشگاه تورنتو، ایشون معتقد هستند به مشه اصلاح طلبی. و همونطور که گفتم در تورنتو مسیح علی نژاد فعال سیاسی و اجتماعی تحول‌خواه هستند، مدیر کمپین‌های متعدد علیه حجاب اجباری. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه با این تشکر ویژه از شما برای حضور در این برنامه، چون خیلی سخت هست برقراری یک مناظره که طیف‌های مختلف سیاسی حاضر باشن، در اون حاضر باشن. اما سوال اول رو من از آقای نامبر حقیقی شروع میکنم. با توجه به سن و سالتون آقای نامبر حقیقی، شما در انقلاب بودین، برهمن از شما پرسیدن که آیا پشیمان نیستید از انقلاب؟ با سلام خدمت شما خانم علی نژاد، جناب آقای راشدان و حضرت عالی که علارغم تعلم ناشی از فوت مادر بزرگتون برنامه رو دارید اداره میکنید، و ممنون از بی بی سی که امکانی بحث و فراهم آورده. ببینید، ما خب در موقع دانش آموز بودیم، دانش ما محدود بود و تحت تاثیر فضایی بود که ایجاد شده بود. اما در مورد وقایع تاریخی، واقعیتش این است که وقایع تاریخی به دلایلی رخ میدن که خب در ظرف زمانی و مکانی خودش قابل انجامه، و در این حال نتایج انقلاب هم کوتاه مدت، دراز مدت، و ممکنه 20 سال دیگه یک تصویر دیگری داشته باشیم از انقلاب. ولی طبیعتاً اگر بخوام یک جواب کلی بدیم، درک بدون تصویر بزرگ داشتن که مردم در انقلاب شرکت کردن، درک مبهم از آینده و اوتوپیایی که برشون ترسیم میشد، و همچنین فقدان دیالوگ میان قدرت و گروه‌های اجتماعی و فضای انقلابی که متأثر از فضای بین‌المللی بود، یک رادیکالیسم ایجاد کرد که خب الان اگه نگاه می‌کنید قطعاً کار پرهزینه است. و من الان اگه بخوام با این دانشم برگردم، قطعاً انقلاب رو به عنوان یک روش برای تغییر مناسب توصیه نمی‌کنم. معتقدم روشی است پرهزینه، پرخطر، و انقلابیون از تبعاتش اطلاعی نداشتن، مثل جمله جنگ ایران با عراق و بقیه مشکلاتی که وجود داشت. بذارید همین رو از آقای راشدان پرسم. با توجه نگاهی که به آینده داره، بخشی از جواب آقای حقیقی، ایشون میگن در آینده هم انقلاب جواب نیست. بله، نمیدونم، اگر انقلاب نمی بود ما الان در همین انگلستان، در فرانسه، در دنیا در قرون وسطا به سر می‌بردیم. تمام دموکراسی هر جای دنیا اتفاق افتاده و یک نوعی با انقلاب به وجود اومده. من انقلاب رو تمایل مردم به تغییر میفهمم. و حالا آقای نامبر حقیقی کمی تعارف میکنن، من فکر کنم حتی رهبران انقلاب به عمل 57 هم میدونن چه افتضاحی ما الان داریم درش به سر میبریم، و همه دنبال یک فرمولی هستن که بدون خونریزی، بدون زحمت و بدون دردسر، یه دوری زمان رو بتونیم برگردونیم عقب، سال 57 کار دیگری بکنیم. فکر کنم حداقل این رو همه روش توافق دارن. کسی از اینکه ایران اقتصاد دوم آسیا بوده ناراضی نیست که خب این مسئله کلیدیش این هست که شما الان همون راه حل انقلابی رو دارید توصیه میکنید. من نقدم به این جریان، این نگاه اینه. اجازه بدین از خانم علی نژاد هم بپرسم. خانم علی نژاد، شما چی؟ شما یا به براندازی معتقد هستید یا به اینکه تحول به شکل دیگری ایجاد بشه در ایران؟ ببینید، انقلابی که در ایران صورت گرفت، منی که فقط 2 ساله بودم درش هیچ نقشی نداشتم، تبدیل شد به انقلاب علیه تک تک حقوق شهروندی ما، خصوصا زنان. بنابراین در دوره‌ای که باید اصلاحات صورت می‌گرفت، بسیاری از روشنفکران، من نمیگم همه روشنفکران، اومدن و از انقلاب حمایت کردن و پشت خمینی قرار گرفتن که اگر فقط سخنرانی خودش رو پخش میکردن، اگر فقط حرفهای خمینی رو سانسور نمیکردن، من فکر نمیکنم توده هم میرفت و به سمت این انقلاب و پشت روشنفکران قرار میگرفت.
بنابراین در زمانی که خود آقای خمینی میاد و از قلع و قم حرف میزنه، خود آقای خمینی میاد و میگه اسلام اگر بیاد زنان رو چگونه قرار سرکوب بکنه، چگونه قراره که کسانی که میخوان حق آزادی بیان داشته باشن رو خفه بکنه، در اون شرایط روشنفکران پشتشون قرار میگیرن و به جای اینکه اصلاحات بکنن انقلاب میکنن. اما الانی که کل اون انقلاب تبدیل شد به انقلاب علیه انسانیت، انقلاب علیه کرامت انسانی ما، انقلاب علیه حقوق شهروندی ما، حالا میخوان اصلاحات بکنن و در تمام این سالها هم اصلاحات همیشه به امید ما شلیک کرد، ما رو گامها به عقب برد. ولی حالایی که مردم میان تو خیابون و کل جمهوری اسلامی رو نمیخوان، بسیاری از کسانی امثال نامور حقیقی یا فرخ نگهدار که قرار بود مهمان شما باشن، من نمیدونم چرا کنسل کردن، میان و از اصلاحات حرف میزنن که جز قربانی کردن شهروندان عادی نتیجه برای ما نداشت. البته خانم علی‌نژاد، اون بحث مهمانان رو ما باید بگیم اینجا، با تعداد زیادی از افراد تماس گرفتیم، بسیاری کنسل کردم. آقای نگهدار فقط باشون تماس گرفته شد که ایشون حاضر نشدن در بحث باشن ولی کنسل نکردن. اما اجازه بدید من آقای نامور برای شما یک سوال بوده که چون که آقای نامور حقیقی و آقای نگهدار دقیقاً در انتخاباتی که قرار بود آقای روحانی انتخاب بشه، من تو میزگردی حضور داشتم که فقط ازشون سوال میکردم که چجوری میخواد اصلاحات صورت بگیره. ایشون میگفتن صندوق انتخابات مثل کعبه است. اجازه بدید من سوال، چون آقای حقیقی شبیه همین سوال از شما زیاد شده، این که آقا اصلاحات به چه قیمتی و تا کی چقدر باید طول بکشه. بذارید من الان از حمید نقل بکنم. حمید میگه این که بخوایم نرم نرم وضعیت رو به رفرم برسونیم با وجود رهبری در حال حاضر چطور ممکنه با وجود گروه های مختلف قدرت. حسین پرسیده اصلاحات تا کی از نظر شما چیه و چقدر باید طول بکشه؟ ببینید، اصلاحات برخلاف صحبتی که خانم علی نژاد میکنه، اصلاحات یک دیسکورس جدیدی است، یک راه جدیدی است و در حوزه سیاست داخلی و خارجی یک چیزی رو میخواد احیا کنه که حالا من توضیح میدم. چیزی که خانم علی نژاد باید توجه کنن اینه که اگر ما به دنبال میراث کورش کبیر باشیم بر مبنای تساهل و مدارا، این میراث هیچ نسبتی با دولت دونالد ترامپ نداره. یعنی شما با دولت دونالد ترامپ که شعارش اول آمریکاست، هیچ نسبتی ما نداره بخوایم میراث کوروش کبیر رو در این کشور احیا کنیم و ارزش‌های منافع ملی رو احیا کنیم. اما اصلاحات چیکار کرد؟ 4 تا موضوع اساسی بر معیارهایی که من دارم اصلاحات تونست انجام بده. اول در مورد امنیت ملی ایران هست. شما موقعی که دولت آقای خاتمی اومد سر کار، اگه یادتون باشه سفرهای کشور رو ترک کرده بودن، روزنامه نیویورک تایمز از حمله به ایران صحبت میکرد. حضور آقای خاتمی باعث شد اون پلنی که چیده شده بود علیه ایران برداشته بشه. نکته دوم، در 11 بعد از 11 سپتامبر، علارغم که ایران همکاری‌های خیلی نزدیکی کرد با آمریکا در زدن طالبان، بخشی از نوکان‌هایی که الان هم در دولت آقای ترامپ پست دارن از جمله آقای بولتون، هم معامله‌ای رو که پیشنهاد شده بود رد کردن و هم طرفدار این بودن که به ایران حمله کنن. حضور آقای خاتمی، اون انسجامی که ایجاد کرده بود، اون شکاف گپ ایجاد باعث شد که بحث بشه. نکته دوم، توسعه اقتصادی در دوره آقای خاتمی، برنامه سوم توسعه اقتصادی آقای خاتمی موفق ترین و توسعه سیاسی، خود بنده، آقای خانم علی نژاد، آقای راشدان و خود شما، همه محصول اون فضایی بود که تونست اون استعدادایی که در دهه 60 و 70 باهاش اومده بود بیارن بالا. فقط شما تمام شد آقای راشدان، چون سوال مشابهی به جواب ایشون برمیگرده. آقای چوپانی امیر میگه که از دولت ترامپ کمک میگیرید، میپرسه از کسانی که علاقمند هستن، مثلا شما، مگر همین دولت آمریکا بارها و بارها ایران رو به خاک سیاه ننشون؟ مگر الان دولت ترامپ داره در آفریقا به واکسیناسیون کمک میکنه، داره به بهداشت کمک میکنه، بگیم چون ترامپ نکنه. الان دولت ترامپ داره مشکل کره شمالی حل میکنه، بگیم چون ترامپ نکنه. ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگه آمریکا، من ایرانی هستم، کشورم، وطنم، کارگری که امروز 3 روز باید کار کنه که 1 کیلو گوشت بخره، این برای من مهمه. برای هر کمکی از هر طرفی، هر کسی در دنیا ما خواستاره. ببینید این بحث اصلاحات رو بذارید یک بار دیگه. من 15 سال عمرم رو، درست میگه آقای نامور حقیقی، درست میگه، ما زمانی اصلاح طلب بودیم، به باور تغییر امیدوار بودیم که بشه تغییر داد. در مصاحبه‌های مختلف، جاهای مختلف، در همین تلویزیون شما، من بارها و بارها گفتم بفرمایید آقایونی که میخوان اصلاحات کنن، بفرمایید اصلاحات کنید، ما که بخیل نیستیم. منتها ببینید کار رو به کجا کشوندن. 45 هزار سال
ذخیره آب زیرزمینی کشور تمام شده. کشور رو داره ریزگرد، غبار، همه چی بر می‌داره. تمام کار روزی 20 25 کارخونه داره تعطیل میشه. کشور داره فرو میپاشه. کجا ساخه اصلاحات؟ باز هم با همه اینها من فکر نمی‌کنم کمک ما بکنه بحث انتزاعی کنیم که اصلاح طلبی خوبه یا نه. ببینید در نهایت فروتنی دارم از دوستان اصلاح طلب، حتی دوستان دیگری که عقیده دارم به نظام، خواهش می‌کنم به خاطر نجات نسل‌های آینده، به خاطر نجات یک تمدن 7000 ساله که داره جلوی چشم ما از بین میره، بیان به ما کمک کنن و این وضع رو تغییر بدیم. من میخوام با سوال رو همونی که مطرح شد باز ادامه بدم. خانم علی‌نژاد، شما چی؟ آیا شما هم معتقد هستید به کمک خارجی؟ فکر میکنید شما هفته گذشته دیدار داشتید با آقای پمپئو که خیلی هم سر صدا کرد. شما چی میخواید از دولت آقای ترامپ؟ فکر میکنید او باید چه بکنه در وضعیتی که ایران الان قرار داره؟ چیزی که منو بسیار ناراحت میکنه اینه که یک راهپیمایی بزرگی در ایران شکل گرفت که این دفعه اتفاقا این راهپیمایی مردمی بود. درش کشاورزان نقش داشتن، معدنچیان نقش داشتن، کارگران نقش داشتن، سپرده‌گذاران نقش داشتن و بدنه جامعه که در زمانی ممکنه حتی حامی این انقلاب و یا حتی اصلاحات بودن اومدن کف خیابون و گفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. برای من عجیبه که چرا محور سوالات امروز باید کمک ترامپ باشه. اون کارگر و کشاورزی که در یک روستایی میگه من این جمهوری اسلامی که دم دخالت دینیش در تمام زندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی من هست، اون کارگر چه ربطی به ترامپ داره؟ این یک گفتمانی هست که من فکر میکنم در تمام این سالها جمهوری اسلامی این گفتمان رو تحمیل کرده حتی به قشر مدرن و کسانی که در واقع رسانه دارن مثل شما. من فکر میکنم کسی از ترامپ الان حداقل در این برهه زمانی در داخل ایران نیامد کمک بخواد که بیان جمهوری اسلامی رو از بین ببرید. این یک. دومی که بنابراین من وارد این سوال نمیشم چون از دولت ترامپ کمک نخواستم و عملا قائل به این هستم که همه ما باید با احزاب، گروه‌ها، دولت‌های چه دموکرات چه جمهوری‌خواه در کشورهای دموکراتیک مذاکره و گفتگو بکنیم به جای پرچم آتش زدن و مرگ بر این و اون گفتن. ما از منظر قدرت و باید جامعه مدنی رو به رسمیت بشناسن جامعه جهانی و باید گفتگو بکنیم. دو، شما وقتی آقای نامور حقیقی میگه که ما محصول شکوفایی اصلاحات هستیم، این یعنی که عملیات ما رو کاملا زیر سوال میبره. مثل اینه که الان بیان بگن اینترنت که اومده توی ایران محصول انقلاب، محصول چه میدونم خمینی هست یا آقای خامنه ای است. بله، من در دوره اصلاحات امید بستم به خاطر اینکه میخواستم تغییر ایجاد بکنم، ولی هرچه که نگاه میکنم میبینم اتفاقا برعکس. در تمام این سالها ما گامها و عقب برگشتیم. بله. من 19 ساله بودم که در روستای خودم بازجویی شدم، اومدن منو نشوندن جلوی تلویزیون استان مازندران، ازم اعتراف گرفتن. 20 سال گذشت، دوباره یک دختر 17 ساله میاد جلوی تلویزیون میشینه، به خاطر رقصیدن ازش اعتراف میگیرن. بله. بنابراین اگر اصلاحاتی قرار بود صورت بگیره، چرا آقای نامور حقیقی الان کانادا هستن؟ بله. چرا ما در ایران نیستیم؟ اجازه بدین من این رو از آقای نامور حقیقی می‌پرسم، ولی یه بار دیگه یادآوری کنم که توییتر ما باز هست با هشتگ صفحه دو کماکان میتونید سوالاتتون رو بفرستید. مثلا یک کاربری به اسم شهریار پرسیده آقای راشدان آیا واقعا رضا پهلوی در قامت یک رهبر هست؟ اگر هست چرا کار پدرشون رو جبران نمی‌کنن، تشریف نمیارن ایران؟ به نظر میرسه که این فرشگرد هم یک نوع بازیه. بله، من متاسفانه سخنگوی شاهزاده رضا پهلوی نیستم، منتها نظر ایشون بسیار محترمه. نظر این کار دلیل اینکه اینو میپرسن چون تو سوالای دیگه هم بود. شما چون در یک برنامه تلویزیونی گفتید که ایشون امید 85 میلیون ایرانی است، شما گفتید این رو و خیلی ها راجع به این صحبت میکنن و فکر میکنن که شما نگاهتون به آقای پهلوی هست. چرا فکر می‌کنید شاهزاده رضا پهلوی میتونه این پتانسیل رو داشته باشه؟ بله، به خاطر اینکه ایشون ارزش‌های 2500 سال تمدن شکوهمند ایرانی رو نمایندگی می‌کنه. ایشون فردی است که تنها فردی است که مردم حاضرن در خیابون کشته بشن اسم ایشون، اسم پدر بزرگ ایشون رضا شاه کبیر رو فریاد بزنن. دلیل بسیاره. ببینید، من اصراری روی نظر خودم ندارم. بله. از آقای نامور، از شما، از دوستانی که می‌نویسن ایشون نماینده 85 میلیون نیست، بسیار خوب، نظر شماست. بیایید کمک کنید ما در ایران انتخابات. من هیچ نظری ندارم، نمیدونم، شاید هم هر کسی، هر دوستانی که کامنت میذارن، اجازه بدید کمک کنید در ایران انتخابات آزاد منصفانه زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار بشه.
ما یک سال، سه ماه، شش ماه اصلا کمپین نمی کنیم، رسانه نمی خواهیم. تمام رسانه و کمپین دست دوستان منتقد شاهزاده. ما فقط یک اسم روی برگ میاریم به مردم نشون بدیم. مردم نظرش رو بگم. به شما بگم. مثلا آرش پرسیده که با تکیه بر کدام کنش موفق آقای پهلوی در حوزه اجرایی از ایشون حمایت میکنید؟ ایشون سمبل یک تمدن 7000 سال است. یک تمدن 2500 سال، افتخار شاهنشاهی ایران، افتخار شاهنامه، فردوسی، چیزی که در جان همه ما جاریه و فکر کنم مردم ایران این رو میفهمن. اگر این همه واهم از ایشون نمی بود، خب چه مسئله ایه؟ یک انتخابات خیلی ساده برگزار کنن. ببینید خانم علی‌نژاد میگن که پومپئو مشکل ما نیست، ترامپ مشکل ما نیست. جواب ایشون آقای زاهدی دادن که من به احترام ایشون واقعا کلا از سر میدارم. ایشون وزیر خارجه زمان شاه بود، الان مشخصه در همون دوره شاه چقدر دفاع کرده از منافع ملی ایران و انقلابیون اون نادی گرفتن که واقعا جای تقدیر داره. ایشون مقاله‌ای که نوشت که 100 هزار دلار از جیبش خرج کرد، جواب داده که به آقای پومپئو چه در امور ایران دخالت میکنه و غلط میکنه که این کار میکنه. این جواب خانم علی‌نژاد رو آقای زاهدی داده. نکته دومی که خانم علی‌نژاد درک درستی از سیاست‌های کلونیالیستی آمریکا در منطقه نداره. نگاه کنید به ارتقاء بحث زنان در دوره طالبان، در دوره عراق موقعی که می‌خواستن حمله کنن به اون کشورها، چجوری اینا رو پمپاژ کردن و فراموش کردن. همین آقای خلیلزاد که الان داره مذاکره میکنه در 1997 نماینده شرکت یونیکل بود، نفتی بود، اومد ریکامندیشن لتر داشت که آقا ما باید طالبان به رسمیت بشناسیم. سیاست آقای پومپئو، سیاست دولت ترامپ زدن ایران به هر قیمتیه و هر کسی هم ابزار میکنه. ببینید اینها القاعده رو ابزار کردن، بعد شد دشمنشون. همیشه از همه نگاه ها استفاده میکنن برای کاربرد. من حرفم اینه اگر ما به میراث حتی شاه در سال 56 فکر کنیم که دفاع از وطنش، ارتقاء امنیت ملی مهمترین دغدغش بود، شما یادداشت‌های خصوصی شاه رو ببینید چجوری به آمریکا برخورد کرده. ما هیچ وقت نمیتونیم به این سمت نزدیک بشیم. اما جواب ایشون، ببینید ما الان دو تا وضعیت داریم. ایشون ما یه وضعیت داریم، یه سیستمی با همه معیوبیایی که ایشون گفت در حوزه اقتصاد، در گردش نخبگان، یه وضعیت هم که ایشون توصیه میکنه. خیلی خوب الان ایشون بگم پلنش چیه، این کاری که میخواد انجام بده چجوری انجام بده، بعد من مقایسه میکنم. ما هیچ مشکلی نداریم. ولی اجازه بدین ما مهدی خزعلی فعال سیاسی از تهران به برنامه ملحق شدن. آقای خزعلی خیلی خوش آمد میگم به شما. آقای خزعلی قرار بود از آغاز برنامه باشن، به خاطر مشکلات تکنیکی کمی دیرتر وصل شدن. خیلی خوش آمدید آقای خزعلی. آقای خزعلی بارها در 10 سال گذشته به زندان افتادن، فعالیت‌های سیاسی زیادی کردن. جوابی که آقای خزعلی دارند با بقیه خیلی متفاوت هست در نگاه سیاسیشون. ایشون میگن برانداز نیستند، اما نه به اصلاح طلبان و نه به اصولگرایان در ایران الان دلخوشی ندارن. آقای خزعلی شما بفرمایید، دیر به بحث پیوستید، شما فکر میکنید راهکار پیش رو چه میتونه باشه؟ من معمولا دو دقیقه بیشتر به هر شرکت کننده وقت نمیدیم. من ضمن سلام خدمت شما و بینندگان، تهران نیستم، در مسیرم ناچار شدم در یک رستوران بین‌راهی از مشهد به تهران میادم که متوقف شد در خدمت شما باشم. ببینید ما چهار گزینه در پیش رو داریم. یک گزینه ای که عربستان میخواد که پولش رو تامین کنه و آمریکا حمله کنه که در واقع براندازی است و امکان تجزیه ایران و عربستان هر دو هست. گزینه دوم جنگ ایران و عربستان و متحدانش هست که یک خطر جنگ در پیش روز جدیه و اینجا خب بن سلمان زیر بار این نمیخواد بره، چون میدونه نتیجه این جنگ ایران و عربستان ساقط میشه. او میخواهد با پول او آمریکا ایران رو، رژیم رو سرنگون کنه. گزینه سومی که بسیار خطرناکه کودتای سپاه و خیلی از متأسفانه اصلاح طلبان دل به این هم بستن، دل خوش کردن که سپاه کودتا کنه و تمام روحانیت چپ و راست اعم از اصلاح طلب و اصولگرا رو بکشه و بعد هم خب جنگ داخلی میشه و سپاه هم نمیتونه دووم بیاره. من فکر میکنم که مملکت ما برای تمامیت ارضی و استقلالش و اینکه بتواند باز هم قدرت برتر منطقه بماند، این است که ما بایستی تن به یک تغییر و تحول بنیادین و عمیق بدهیم. با استمرار طلبان هم نمیشه. اینها در 8 سالی که سر کار بودن و این دوره‌ای که آقای روحانی اومده نشون دادن که اساساً عزم این کار رو ندارن. اجازه بدید افسانه دقیقاً یه سوال در مورد همین از شما داره. میگه طرح شما برای نجات ایران چیه؟ شما فکر می‌کنید باید چه کار کرد؟
ببین این هم حرفایی که حالا براندازا میزنن یا دوستان عزیزی که بیرون کشور هستن طرح عملیاتی ندارن. ما میگیم گام به گام. بله اگر شما رسیدید به براندازی، خب براندازی کردیم، ما تشکیلات داشته باشیم. ما میگیم چه آزادی رو باید شکل بدیم، آماده بشیم برای اینکه 98 در مجلس آینده ما بتونیم 150 تا کرسی داشته باشیم و 1400 دولت رو بگیریم، اما نه دولت رو با یه آخوند امنیتی مثل روحانی یا یک روحانی که آقای خاتمی باشه، آدم خیلی خوب و دوست داشتنیه، عبای شکلاتی دارد، لبخند دارد، اما جگر ایستادن در مقابل استبداد رو نداره. و میبینیم که الان صحبتی که ایشون میکنه، یکی از صحبتهایی که به ما برخورده، ایشون میگه اگه بیاد و دموکراسی بیاد ما باید بریم تای صف. اصلا اگر مردم نخواستن ما تای صف که هیچی، گفتن تو صف ما نستین ما نمیستیم، هرچی مردم بخوان، مهم نیست مردم چه چیزی رو انتخاب میکنن، هرچی مردم خواستن باید هممون تسلیم باشیم و کمک کنیم. پیش پای شما دقیقا از همین نگاه، از حضور در پای صندوق رای به این شکل انتقاد کردن. خانم علی نژاد شما پاسخ بدید به صحبت آقای خجلی، شما نظرتون این بود که اینجوری جواب نمیده با این سیستم؟ من شگفت زدم چطور ما میتونیم دوباره از یک انتخاباتی حرف بزنیم که هنوز هم وضعیت پرونده بیش از 100 نفری که در انتخابات سال 88 کشته شدن مشخص نیست. چطور میتونیم دوباره از انتخابات در جمهوری اسلامی حرف بزنیم که وضعیت کسانی که تبعید شدن، کسانی که زندانی شدن مشخص نیست؟ فقط در یک سال گذشته 7000 نفر زندانی شدن، فقط در همین سال گذشته 25 نفر کشته شدن. چطور ما میتونیم دوباره اعتماد بکنیم به یک سیستمی که تقلب میکنه و معترضان رو میکشه؟ اجازه بدید من یک چیزی به آقای نامبر حقیقی بگم. واقعا غم انگیزه که این آدم ها اصلا جامعه مدنی و قدرت مردم ایران رو نمیبینن. یک عمر اعلام کردن که فشار از پایین باشه، چانه زنی از بالا. اصلاح طلبها بارها این رو گفتن. حالا فشار از پایین میدونید تبدیل به چی شده؟ مردم میان، جامعه مدنی میان، زنان میان اعتراض میکنن، نافرمانی مدنی میکنن، کارگران نافرمانی مدنی میکنن، ولی کسانی امثال نامبر حقیقی تبدیل میشن به بازوی حمایتی یک حکومت سرکوبگر. اتفاقا اونایی که ابزار میشن ایشون هستن که به جای اینکه چانه زنی بکنن برای جامعه مدنی، چانه زنی میکنن با قدرت برای بقای خودشون. یعنی میرن به حکومت میگن که شما ببینید اگر با ما اصلاح طلبا کنار نیاین، جارو برام باز نکنید، اون پایین اینا براندازی میخوانا. یعنی خانم معصومه ابتکار، خانم ملاوردی، کسانی بودن که رسما اومدن از فشار پایین جامعه مدنی استفاده کردن، در توییتر برای بقای خودشون اعلام کردن به حکومت که ببینید اینا از عربستان خط میگیرن، اینا از آمریکا خط میگیرن. خانم علی نژاد واقعا پرونده سازی وقتش هست. شما تمام هست، بذارید من اجازه میخوام از شما، من آقای نامبر حقیقی به شما وقت پاسخ میدم، ولی اجازه بدین ما یک صدای هم پخش کنیم از کسی که یک سوالی داره از آقای نامبر حقیقی، ممکن است مشابه همین حرفا بشه، بذارید بشنویم. با سلام، میخواستم از آقای نامبر حقیقی بپرسم که به نظر شما یا انقلاب بدون کمک خارجی از کمک‌های تبلیغاتی و قرار دادن تریبون به آقای خمینی بگیرید تا حتی کمک‌های مستشاری و مالی امکان پیروزی رو داشت؟ در واقع سوال این هستش، خب اون موقع هم آیا امکان داشت که الان بدون اون ممکن باشه؟ خانم علی نژاد پوز انقلابی میگیره ولی هیچ طرحی نداره از A to Z چیکار میخواد بکنه. همون چیز دوره، الان من یاد جوانایی میافتم که دوره انقلابم هم با همین شور و حرارت صحبت میکنن. ببینید انقلاب یک تبعاتی داره، شما میخواهید نظمی رو ویران کنید، یک نظم جدید رو بذارید جاش. این یک شرایطی داره، مشکلاتی داره. ببینید تو انقلاب هیچ کس فکر نمیکرد که آقا اگه انقلاب کنید میتونه منجر به جنگ بشه با عراق. ببینید شاه قرارداد الجزیره رو امضا کرد بدون خون و خونریزی، یکی از بزرگترین موفقیتاش بود. بله انقلابیون نادیده گرفتن، جزایر شاه گرفت، علما محکوم کردن، مجاهدین محکوم کردن. چرا؟ چون انقدر کور و نگاهشون به شاه بد بود هر اقدامی رو منفی میدن. ببینید الان دید ایشون هم اینجوریه. ببینید تئوری اصلاحات چیه؟ تئوری اصلاحات میخواد یک گفتمان ایجاد کنه که این دور خشونت متوقف کنه. آقای خاتمی اومد شعار مرگ گفت، دیگه مرگ بر فلان رو نگید، باعث شد یک گفتمان ایجاد کنه در حوزه سیاست داخلی. ولی مسئله زمانش هست آقای نامه‌ای، سوال دائما تکرار میشه. شما انقلاب، این انقلاب اگر ایشون من حرفم اینه، ایشون بیاد بگه آقا ایشون انقلاب میخواد بکنه، انقلاب رهبری میخواد، سازمان میخواد، ایدئولوژی میخواد، درسته؟ و توان انقلاب. آقای خمینی نیرویی داشت در داخل ایران، میتونه سازماندهی کنه. اگر شما میتونید
انقلاب کنید شما متناسب با جیبتون باید حرف بزنید. ببینید شما الان مثل که من یه میلیون پول داشته باشم بیام بگم خونه بخرم، شما باید بهترین خونه تو نیاورانه. شما متناسب با جیبتون حرف بزنید. اگر شما تونستید 2 میلیون آدم بیارید تو خیابون بره، بله بگید سیستم بره. شما توان همش کار نکرد. حتی قیام پارسال خب بذارید خانم شروعش رو الان مشخصه که کی شروع کرد آدم رو در خیابون. اجازه بدید من بگم، شما سوال میکنید ولی نمیذارید من جواب بدم. شما میگید پلان، برنامه و نقشه شما چیه؟ این سوال رو ما باید بپرسیم. این نسل منه که باید از شما طلب بکنه که برنامه و نقشه شما برای اصلاحات چیه. چرا فکر میکنید که ما باید پاسخگو باشیم که تمام بی برنامگی و بدون نقشه بودن و امید شما مدعی انقلابی خانم، شما مدعی انقلابی خانم علی نژاد، شما مدعی، شما مثل راهنمای کور آقا ببین رضا پهلوی برنامه داره میده، شما انقلاب بخواید بکنید بفرمایید. من مدعی رفتن جمهوری گام نمیذاری من بگم، شما وقتتون رو داشتین بزن. گام اول برای اینکه اون اصلاحاتی که شما شعار میدین عملی بشه جدایی دین از سیاسته. گام اول اینه که اتفاقا جمهوری اسلامی بره. پلان و نقشه ما برای براندازی میدونید چیه؟ اینه که شما اصلاح طلبا دست از ایجاد امید کاذب و فریب مردم بردارین. شما با پول مردم ایران اومدین خارج کشور، نسل من، ما جوونا رو قربانی کردین. من از همون اصلاح طلبایی میام که شما کلک زدین ما رو. شما خارج کشور مجموعه رسانه ها رو دارین. اجازه بدین، اجازه بدین، نه حرفشون رو زدن، نقشه‌مو نذاشتن بگم. من باید اینو بگم، وقتی پارلمان اروپا به من گفتین پست کلونیال، بذارین من بگم، شما گفتین پست کلونیال، شما بحث اورینتالیسم رو مطرح میکنین، بحث وایت سیویر کمپلکس رو مطرح میکنین که بگید جامعه زخم خورده ایرانی نباید از دنیا کمک بگیره. اتحادیه اروپا با جواد ظریف وقتی دیدار میکنه، شما در همون شرایط از حقوق بشر به عنوان ابزار استفاده میشه چیزی نمیگید. میان در داخل کشور با نرگس محمدی دیدار میکنه، با مادر ستار بهشتی دیدار میکنه و بعد از اینکه توافق صورت میگیره شماها دهن اتحادیه اروپا رو میبندین. من هر جا میرم مذاکره میکنم میگن ببینید یک انتخابات آزاد در ایران بود و این انتخابات رو شماها این که نمیذارین ما نقد بکنیم که آزاد نبوده. یک انتخابات آزاد باید انقدر آزادی داشته باشه که نه شورای نگهبان باشه و نه کسی کشته بشه. اجازه بدید شما بگید، نمیذارید ما نقشه خودمون اجرا بکنیم. آقای فضلی، با همه این حرفا شما کماکان معتقد هستید که جمهوری اسلامی باید بمونه، باید تغییر بکنه به شیوهی که شما الان توضیح دادید. سوالهای زیادی از شما شده در همین زمینه. کسانی پرسیدند، اجازه بدید من بپرسم سوال اونها رو از روی بخونم. گفته هادی گفته که شما فکر نمی کنید که دیکتاتوری محض هست ولایت فقیه؟ زمانی طرفدار بودید، طرفدار ولایت فقیه بودید، آیا فکر نمی کنید دیکتاتوری محض هست و آیا نظرتون راجب ساختار جمهوری اسلامی چه؟ شهرام اینو پرسیده، چه تغییر ساختاری باید صورت بگیره؟ ببینید عزیزان، دردها رو دارن میگن ولی ما الان بایستی از همه امکاناتمون استفاده کنیم. من از روز انتخابات حکم جلبم صادر شده 12 بار بازداشت شدم، 407 روز اعصاب قضا بودم، اما بازم میگم باید بریم پای صندوق. میدونم انتخابات آزاد فقط یک بار در جمهوری اسلامی بوده، نتیجهش هم این شده که بنی صدر اومده، حزب جمهوری با همه اعوان و انصارش 600,000 بیشتر رأی نیاورد. همون موقع هم فهمیدن که نباید حضور باز بذارم. من میگم با همین امکاناتی که داریم، بله اگر نباشه نظارت استصوابی، نباشه انتخابات آزاد باشه، نظارت بین المللی باشه، همه اینا که ایدئال ماست، اما آیا اینها میکنن؟ ما در 4 انتخابات قبل گفتیم رفراندوم برگزار نمیکنن، مردم بیان برای رفراندوم. میخوام نبگیم به شاخصهای جنای حاکم، مردم اومدن، مردونه رفراندوم بود، فقط نبود، ما کسایی انتخاب نکردیم که به دردمون بخورن. الان میگیم نه، در انتخابات آینده میخوام نه بگیم به جناح چپ و راست، چون اینها پشت پرده این خیمه چپ بازی، شمر خیمه تعزیه و امام حسین داشتن آب گوش میخوردن، بریش من و شما هم میخندیدن. خیلی ساده میخوام این دوتا رو بذاریم کنار، همون چیزی که عزیزان دیگه میخوان، این امید واهی رو نداشته باشیم که بیمه نکنن دوباره این. خب این جریان سوم بعد از کجا بیاد آقای خزعلی؟ امیرعلی گفته اصلا آیا جمهوری اسلامی به نظر شما قابل اصلاحه؟ ببینید ما باید اصلاحات، تلاش مدنی، یعنی گام به گام، یه گام میتونیم جلو بریم، بریم جلو. ما خیلی جلو اومدیم تا اینجا، تا الان هر چی داشتیم از انتخابات بود. ما 88 پیروز مطلق بودیم، نقاب از چهره اینها برداشتیم. الان حتی در انتخاب روحانی کاری کردیم که در سیمای خودشون دارن سیاهی‌ها حرف‌ها و نقدها رو میگن، همون چیزی که وقتی ما میگفتیم میشد سیاه‌نمایی، میرفتیم زندان. اما الان علیه روحانی دارن
عیب‌ها رو میگن. متشکر. پس بنابراین ما صدا سیما رو فتحش کردیم، حالا حواسشون نیست. یا 96 برنامه‌ای بود که خودشون علیه دولت طراحی کردن، مثل بومرنگ به خودشون برگشت. مردم که تو خیابون اومدن گفتن ما میشناسیم مشکل کجاست. بله این دولت مشکله، اما جناح حاکم بالاتر از این دولت مشکل اصلیه. مردم میفهمن، مردم بسیار پختن، مردم نمیخوان دیگه خونی ریخته بشه، مردم میخوان دقیق و قشنگ جا بجایی. متشکرم آقای خزعلی، وقت این تموم شد. جایی خواهیم کرد. متشکرم. مرسی. بدین یک بار دیگه یک صدا بشنویم از مجید، یکی از مخاطبان که از طرفداران براندازی حکومت سوالی پرسیده. از آقای راشدان این سوال رو میپرسیم. مرسی. بدید پخش کنیم صدا رو. اگر ما مردم ایران الان اومدیم تو صف شما مثل سال 57 وایسادیم، جنگیدیم و یک حکومت جدید به وجود اومد، با توجه اینکه شما اعتقاد دارین این حکومت فاسد هست و باید نابود بشه، از کجا معلوم شما هم یکی به یکی مثل اینها تبدیل نشید؟ سوالی است که خیلی آپرسیدن آقای راشدان. البته من جوابی که نمیتونم به ایشون بدم، یعنی راهی برای تضمین سوالی که ایشون از من بخواد وجود نداره. متأ همینجا در جلوی دوربین شما و در محضر دوستانی که اینجا هستن، حداقل خودم به عنوان یک فرد، من به شما قول میدم، من به شما قول شرف میدم، در فردای پس از جمهوری اسلامی کسی حتی با صدای بلند با آقای حسین شریعت مداری حق نداره صحبت کنه. اینو شما تضمین میدین؟ به عنوان یک ایرانی که داره تلاش میکنه کشورش رو آزاد کنه، هر کسی که در ایران به دنیا آمده، روی این خاک به دنیا آمده، هر کسی که پدر مادرش ایرانی هستن حقوقی داره. این حقوق مثل سال 57 نقض نخواهد شد. دوستانی که من رو میشناسن، آقای نامدار حقیقی، فکر نمیکنم ایرادش به من این باشه که من این تضمین رو در آینده اجرا نخواهم کرد. ایشون حداقل انقدر خوب منو میشناسه که میدونه من به دموکراسی معتقدم. متأ واهمه دارن از این که چه اتفاقی میفته. من فکر کنم یک مطلبی که اینجا قاطی شد این است که ما سوال به نظر من بجا و مشروعی هست که ما چگونه میخواهیم این کشور رو آزاد کنیم. ببین آقای نامدار حقیقی، من این رو بالها گفتم، 20 سال دارم این حرف رو میزنم. اتحاد جماهیر شوروی 12 ساعت بین دو مرزش اختلاف زمان بود. 2/3 کره زمین اتحاد جماهیر شوروی بود. اتحاد جماهیر شوروی 45,000 تا 48,000 کلاهک هسته‌ای داشت. سال 1961 اتحاد جماهیر شوروی ماهواره با انسان فرستاد به مدار زمین. 2011 ایران کرم خاکی خواست بفرست نتونست. هفته پیش دوبار ایران بعد از 58 سال خواست ماهواره بفرسته نتونست. چه ربطی داره به تغییر سیاسی؟ اتحاد جماهیر شوروی به راحتی آب خوردن در مدتی کمتر از 3 ماه سقوط کرد. بدون انقلاب، بدون خونریزی، با خالی موندن قفسه مغازه ها، با نایاب شدن غلات و با قطع امید مردم از آقای گورباچوف، تمام شد و رفت. اتحاد جماهیر شوروی به دلایل اقتصادی سقوط کرد. جمهوری اسلامی ایران به راحتی آب خوردن سقوط خواهد کرد به زودی. من این رو به شما تضمین میدم. اما دغدغه من امروز این هست که من و خانم علی نژاد، که واقعا به این انسان زیبا و دوست داشتنی و با شرف افتخار میکنم به عنوان یک هموطن، و آقای نامدار حقیقی و آقای خزعلی بتوانیم با همدیگه صحبت کنیم، حیف ایران از بین بره. این یک تمدن چند هزار ساله است، این مایه افتخار بله. جامعه بشری. بیاین کمک کنیم این کشور از بین نره، بله. نسل‌های بعدی از بین نرن. زندگی من متولد 1350 از بین رفت، زندگی متولدین 1360 از بین رفت، ما هیچ چیز ندیدیم. بیاید به هم کمک کنید، متولدین دهه 80 و 90 یک زندگی نرمالی داشته باشن، مثل ترکیه که امروز کارگر 17 برابر ایران حقوق میگیره. این درد رو باید به کجا گفت؟ متشکرم آقای راشدان. اجازه بدید من یک بار دیگه از مخاطبان خواهش بکنم که کماکان روی توییتر میتونید با ما نظراتتون رو در میون بذارید، میتونید برای ما سوال بفرستید. چند تا از این سوال ها رو الان بخونم براتون. مثلا امیر گفته یک سوال از همه حاضران داره، آیا حاضر هستن در قالب یک تشکل زیر نظر یک فرد خاص، مثلا شاهزاده رضا پهلوی یا شورای متشکل از موافقان و مخالفان، با هم کار بکنن؟ چه اتفاقی باید بیفته تا این تشکل شکل بگیره؟ از هشتگ صفحه 2 هم استفاده کردن. این سوال خیلی مطرح شده، اینکه اگر آلترناتیوی لازم هست، این آلترناتیو که هست و آیا همه گروه ها حاضرن؟ مثلا آقای نامور حقیقی، شما معتقدید به اصلاحات، فکر میکنید آیا اصلا میشه یک نفر رو پیدا کرد که همه گروه ها رو حول او چرخونه؟ نمیشه. مشکلش همینه. ببینید ما اگه قبول کنیم مسئله تمامیت ارضی ایران، چیزی که آقای راشدان بهش اشاره کردن و من فکر میکنم رضا پهلوی هم بهش معتقده، حفظ تمامیت ارضی ایران اولویت ایران باشه، مسئله توسعه اقتصادی ایران
و توسعه سیاسی به ترتیب اولویت، برای این شما بایستی نمیتونید وارد گام‌های مبهم بشید. ببینید ما یه راه حلی داریم، یک گامی که ایشون خانم علی‌نژاد میگه با بریزیم به هم انقلاب کنیم. خب این آلترناتیو همه جاهایی که موفق شده فرض کنید آلترناتیو در داخل اون کشور بوده، یعنی تونسته بسیج کنه نارضایتی ها رو، بسیج کنه یک فکر یه ایده جدید بده و همه بیان پشت سرش بسیج کنه. شما ببینید اگر شما تونستید مخالفین در خارج کشور وحدت بدید، منسجم کنید، بله اون موقع میتونید مدعی بشید. یه نکته. نکته دوم ببینید، فروش طرح‌های رویایی، منم معتقدم انتخابات باید آزاد باشه، ولی اینکه بچرسیم به این نقطه یک تلاشی میخواد، یک گام‌هایی میخواد که شما باید بردارید، بایستی هزینه بدید، بایستی فعالیت کنید تا برسید به اون نقطه. ببینید خانم علی‌نژاد اقداماتشون در حوزه مدنی، کنشگر مدنی بسیار قابل تقدیره. الان ایشون جام کرده از کنش مدنی کنش سیاسی، یعنی یه مدعی یه تئوری انقلاب میشه. خب این الزامات داره، بعد باید توضیح بدید تبعات چی میخواد چیکار کنید. شما نگاه کنید به کشورهایی که آمریکا برداشته تو منطقه فلسطین. آقا لیبی رو من مثال لیبی رو بزنم، 250 گفتن آقا قذافی رو برمی داریم همه چی بهش میشه، 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کرده آمریکا. تو خیابونای لیبی برده میفروشن به گزارش سی ان ان، این وضعیتشونه. اون وقت ما معتقدیم آمریکا چیکار دارن. خب همین نمونه شد. خانم علی‌نژاد این سوالو کردن. خانم علی‌نژاد در راستای همین سوال یه سوالی هم که از شما پرسیدن همین هست که آیا حاضر هستید با بقیه گروه ها هم، ببخشید اجازه بدید من سوالم مطرح کنم، آیا حاضر هستید با بقیه گروه ها در یک چتر قرار بگیرید؟ چون مثلا خیلی ها اشاره کردن به اینکه شما مثلا با گروه هایی که باهاشون در براندازی هم نظر هستید در یک طیف باز قرار نگرفتید. آقای نامبر حقیقی اولا باید یاد بگیرن، چون این برخورد زشت رو یک بار توی کنفرانسی هم که من حضور داشتم انجام دادن. فکر میکنن که فعالیت سیاسی یا اظهار نظر در مورد آینده ایران یک جایگاه مردانه میطلبه که فقط ایشون و مردان میتونن حرف بزنن و من چون یک فعال حقوق زنان و فعال مدنی هستم حق ندارم. همین الان که با این ادبیات میگین ایشون یه دفعه جامپ کردن، نه یه دفعه نیست. چطور اون موقعی که من در جریان اصلاح طلبی میومدم و برای حضور در انتخابات فاسد شما تبلیغ میکردم، هیچ وقت منو نمیگفتید که شما نباید جامپ کنید و خود شما منو دعوت کردید که در لندن حضور پیدا کنم. من دعوت کردم، من وسط حرف شما نپریدم، بقیه‌اش هم گوش بکنید. بله فیلمش هم هست. و نکته مهمتر، همه حرف شما غلطه. وقتی میگید ما از بیرون میگیم که میگید خانم علی‌نژاد از بیرون میگه بیاد برین انقلاب بکنید، نه خیر، مردم در داخل ایران اومدن کف خیابون سال 88 دیگه از رأی من کجاست عبور کردن و میگفتن کشور من کجاست، حق من کجاست. شما سرکوبشون کردین. مردم در سال گذشته دوباره اومدن توی خیابون، فقط شعار اقتصادی نمیدادن، مردم علیه کل جمهوری اسلامی، علیه دیکتاتور شعار میدادن، مردم جدایی دین از سیاست رو فریاد میزدن، مردم میگفتن که پول ما چرا داره میره کشورهای دیگه. و این یعنی اعتراض به یک نظام ایدئولوژیک، نظامی که دخالت دین رو تو تمام عرصه ها میتونید ببینید. سپاه اقتصاد رو فلج کرده، فرهنگ رو فلج کرده، سبک زندگی مردم رو فلج کرده. شما از من نقشه میخواید در حالی که دوباره میایید با کمک همون پولی که از جمهوری اسلامی میگیرید در خارج کشور برای یک انتخابات فاسد تهمت نزدم. شما به من اجازه بدید، شما بعد به من میگید که نقشتون رو بدین. نقشه من واضحه، مردم در داخل ایران، سیویل سوسایتی در داخل، جامعه مدنی در داخل ایران با قدرت میاد کف خیابون صحیح. و شما صدای اونها رو سرکوب میکنید. اتحادیه اروپا نباید این صدای اعتراض رو سرکوب و سانسور بکنه و نادیده بگیره، و این به خاطر لابی شماست. نایاک میره گفتگو میکنه با دولت آمریکا، شما ستایش میکنید، ولی وقتی به یک نفر به نمایندگی از اون بخشی از جامعه مدنی که بهش اعتماد کرده میره با جاستین ترودو دیدار میکنه، با اتحادیه اروپا دیدار میکنه، تو پارلمان اروپا میره با پامپئو دیدار میکنه، شما این رو به عنوان ابزار متشکرم. خانم علی‌نژاد وقتتون تمام شد، خیلی کوتاه آقای نامور جواب بدید. ببینید من متاسفم خانم علی‌نژاد حکومت زدن از این قدیم مدل‌ها، من میتونم زنجیرهای رو تبلیغ کردم. ببینید خانم علی‌نژاد، خانم من نمیخواستم اون بعد همچین چون نه خواهش من بحث شخصی نکنم. نه چون من شما بعد هم موقعت میکردید، چون شما من تهمت زدن. نه ببینید شما، منم از این حرفا میتونم بزنم بگم آقا شما مزدور آمریکایی داری از آمریکا پول میگی، اینا حرفای شما زدید از اول برنامه. من نکردم، من نگفتم، من گفتم اون دید، من از هم چرف نزدم. برید مصاحبتون رو گوش کنید یک بار دیگه. من گفتم اون دیدگاه کمکی نمیکنه به حل مسائل ایران.
بله. متوجهید؟ گفتم اون دیدگاه کمک من هم به شما میگم شما اینکه ابزار دست یک جمهوری اسلامی خب، اجازه شکنجهگر شدین خانم علی نژاد مردم ایران شما ببینید من حرفم اینه شما همونجوری که آقای راشدان گفتن ببینید شما باید یه تصویر بزرگ داشته باشید وقتی مدعیید میخواد یه تغییر کنید بله. من گفتم یه موقع شما میگید آقا اوضاع ناگواره من با شما موافقم در حوزه سیاست در حوزه اقتصاد در گردش نخبگان قدرت سیستم بحران جانشینی داره بحران اقتصادی داره همه بحران هست برای راه حل این قضیه یه موقع شما راه حل انقلاب میگه آقا کلا نظام بره ما میگیم خیلی خوب میخواهید بره بره ولی کی میخواد این انجام بده ایشون میگه نه شما مثال میزنن اجازه بدید شما مردم اومدن خانم علی نژاد مردم جلوی رو نمیگیرید 96 که اومدن تو خیابون شما یک کمی علوم سیاسی بخونید متوجه میشید در جاهای موفق میشه این شورشا که همیشه بخشی از بلوک قدرت بیاد پشت اون تظاهرات صحیح. یه نکته نکته دوم تظاهرات 96 که معلومه الان خود بخشی از این بازیگرانی که در حوزه مالی بودن که اینا جزء خطراتی است برای جمهوری اسلامی اینها خودشون اون تظاهرات رو شروع کردن تا یه مدتی هم اونا ادامه میدادن بعد اون داره از دستشون در میره خودشون جمع کردن صحیح. اگه یه اگر شما همچین توانایی دارید که ملت رو بیارید توی خیابون الان جامعه شرایطش انقلابیه همه رو میتونید بکشید خب معطل من نخواهد بمونید که اصلا به اصلا بفایده است شما خودتون بقیه هم صحبت من حرف هم اینه که شما یه دوتا پروژه ما داریم ما یه پروژه داریم یه وضعیتی که میخواد شما از خارج کشور گرامی هم به جمهوری اسلامی که شما وضعیت وضعیت انقلابیه یه وضعیتی است که معتقد آقا وضعیتی است که ما هنوز امکان تغییراتی توصیه هایی به سیستم داریم فقط هم انتخابات نیست بله. انتخابات بخشی از بازی اجازه بدین آقای خزعلی در ایران هستن آقای خزعلی تنها کسی هستن که از نزدیک دارن شرایط رو میبینن آقای خزعلی خیلی ها میگن که راه حل بیرونه خیلی ها میگن راه حل درون کشوره در همین بحث هم این مشخص است حامد از شما مثلا پرسیده چرا تلاش نمیکنید که با مخالفان خارج از کشور به یک توافقی برسید و با اونها همکاری بکنید فکر میکنید چرا این پل ارتباطی برقرار نیست به اون شکل اولا من بگم که راه حل در خود ماست یعنی سیمرغ وجود خودمون رو باید بشناسیم و طبیعتاً عزیزانی که به ناچار مهاجرت کردن اونجا فضا بازتره براشون باید کمک ما کنن بایستی زبان مردمی که داخل هستن و تحت فشار هستن باشن و این اشکالی هم که میکنن که مثلا چرا اپوزیسیون تماس میگیره طبیعتاً اپوزیسیون یک حکومت بالقوه است میتونه با دولت‌های مختلف این لابی ها رو بکنه و وظیفش این کار رو بکنه نه. ما بایست اعتماد جهانی رو برای خودمون جلب کنیم که دنیا بدون تفکر ما چیه ما پا رو پرچم کسی نمیذاریم مرگ به کشوری نمیگیم دنبال جنگ نیستیم دنبال منزوی کردن ایران نیستیم هیچ اشکالی هم نداره که عزیزانی از اپوزیسیون چه داخل چه خارج با کشورهای دیگه این تفکر نو رو بیان کنن چه اشکالی داره فوری نترسیم آخه اتهام زدن که فلانی ملاقات کرده خب کرده او آزاده او میتونه بره ملاقات کنه او میتونه بره فضاسازی کنه او میتونه بره بگه من یه موقعی میخواستم با اتحادیه اروپا اینا مذاکره کنن من رسما بیانیه نوشتم برای اتحادیه اروپا برای غرب که آقا اگر شما در مسائل حقوق بشری سازشی بکنید و معامله کنید مثل 28 مرداد یک روز بعد از ما عذرخواهی کنید اینها نمایندگان واقعی ما نیستن اینها حق ندارن برای ما ترکمن چای و گلستان و غیر و ذالک امضا کنن و شماها که امضا میگیرید از این کسانی که مشروعیت ندارن پشتوانه مردمی ندارن و در موضع ضعف دارن سرزمین ما رو به تاراج میدن و میفروشن ما یک روز در مقابل شما خواهیم ایستاد من از همه عزیزانی که در خارج از کشور تلاش میکنن و روشنگری میکنن تشکر میکنم میدونم شما دردتون زیاده شما در غربت هستین و ما در کشور هستین ما زندان میبینیم اوین میبینیم اما شما بیرون هستین براتون قطعا سخت‌تره و غربت شما دردناک‌تره من امیدوارم که روزی شما رو در میان مردم ببینیم دست به دست هم خب دقیقاً سوال همینجاست آقای خزعلی آیا حاضر هستید شما مثلا با یک کسی مثل آقای راشدان با نگاهی که ایشون دارن به تغییری که قرار هست احتمالاً در ایران روی بده یا خانم علی نژاد در یک مسیر قرار بگیرید زیر یک چتر قرار بگیرید ببینید ما در جبهه آزادی برای همه اندیشه ها گرفتیم یک کمیته تشکیل دادیم یعنی اگر کمیته برای اندیشه بهاییت که چه مشکلی داره کمیته برای انجمن حجتی که نقطه مقابلشه که مشکلات اینا باید حل بشه برای مسیحیت برای زرتشتی ها برای یهودی ها برای اهل حق
خب طبیعتاً هر تفکری، ببین یک تفکر جمهوری خواهه، یک تفکر سلطنت طلبه، یک تفکر سکولاره، یک تفکر دینمدار، همه اینها جمع بشه. ما باید با هم تا ساحل امن و امان آزادی و دموکراسی بریم. هر کسی خیمه‌شو بزنه هر چی مردم انتخاب کرد. متشکرم. آقای راشدان، فرزاد از شما پرسیده که به نظر شما آیا دولت آمریکا از بازگشت پهلوی به ایران حمایت میکنه؟ این سوالی هست که به شکل‌های مختلف در همون در کاتگوری آلترناتیو ما میبینیم. سوال اصلی این هست که فکر میکنید آیا آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، آلترناتیوی هست که ممکن هست مثلا کشوری مثل آمریکا که شما فکر میکنید باید به کمکش چشم دوخت در صورت لزوم ازش حمایت میکنه، یا آلترناتیو دیگری؟ بله، برای اولین بار دیده میشه که دولت فعلی ایالات متحده آمریکا از اراده مردم ایران دفاع میکنه. دولت قبلی آقای اوباما جلوی میکروفون گفتش که آقای احمدی نژاد رو ما با آقای میرحسین موسوی ترجیح میدیم و ممکنه میرحسین موسوی محافظه‌کارتر باشه. مردم در خیابون گلوله خوردند، فریاد زدند باراک حسین اوباما یا با اونا یا با ما کشته شدند، و آقای اوباما الان میدونیم که با نمایندگان آقای احمد نژاد داشت مذاکره مخفی میکرد. دولت فعلی از اراده مردم ایران حمایت میکنه و این رو به روشنی نشون داده، و من امیدوارم حمایت دولت آمریکا از اراده مردم ایران سرمشقی باشه برای بقیه دولت‌های جهان، برای همسایگان ما در منطقه، برای دولت‌های اتحادیه اروپا. ما کشوری هستیم در خاورمیانه که هیچ کشوری به اندازه ما به لحاظ منش انسانی، به لحاظ ارزش‌های تمدنی ایرانی با دنیای آزاد و غرب و اتحادیه اروپا مشترکات نداریم. ما دیدگاهمون نسبت به زن، نسبت به شعر، به شراب، عشق مثل اروپا، مثل دنیای غربه. من نمیدونم چطور ما رو یک کاسه میکنه و میگم بعضی به زنان اشاره کردی، به هر حال بحث زنان بحث بسیار مهمی است. من میخوام خانم علی نژاد در این زمینه صحبت بکنن. خانم علی نژاد، شما کمپین هایی دارید در مورد حقوق زنان که میلیون ها نفر روی فضای مجازی اونها رو دنبال میکنن. چرا فکر میکنید زنان میتونن موتور محرک تغییرات باشن؟ این رو آقای رضایی یا خانم رضایی از شما پرسیده. و یک کس دیگه ای که حالا به نظر میاد که او اعتراض داره به شیوهی که شما عمل میکنید، میگه چرا فکر میکنید که نابودی باورهای اعتقادی افراد تضمین کننده پیروزی اعتراضات مدنی هست؟ بهمن این رو گفته، بفهمید. ببینید، جمهوری اسلامی گام اولش بعد از انقلاب برای کنترل کل جامعه این بود که ایدئولوژی خودش رو روی بدن ما زنان بنویسه. وقتی ما علیه حجاب اجباری می جنگیم، علیه یک تکه پارچه نمی جنگیم، علیه یکی از ستونهای اصلی یک نظام، یک دیکتاتوری مذهبی می جنگیم که در تمام سبک زندگی مردم، حتی تو رخت خواب مردم هم دخالت می کنه. از دیدگاه من، انقلاب و جمهوری اسلامی یک انقلاب علیه زنان بوده. در قبل از انقلاب بالاخره ما زنانی داشتیم که وزیر بودن، ما زنانی داشتیم که قاضی بودن، حق آواز خوندن، حق رقصیدن، حق انتخاب پوشش، حق سبک زندگی رو داشتن. به ما گفتن انقلاب شد برای آزادی‌های سیاسی محرک باشن در این شما کمپین هاتون زنان رو از دیدگاه من بفهم. از دیدگاه من زنان میتونن بقیه جامعه رو متحد بکنن، به این دلیل که موضوع حجاب موضوعی هست که توهین به شعور یک ملته. یک، مردان رو به مثابه آلت‌های جنسی سرگردان همیشه در حال تحریک دیده جمهوری اسلامی، که بهشون گفته دختر 7 ساله هم اگر حجاب نداشته باشه شما همه مثل حیوان هستید و نمیتونید خودتون رو کنترل کنید. بنابراین باید جامعه رو حساس کرد نسبت به این گفتمان تحمیل شده جمهوری اسلامی که مردها بیان و قیام بکنن، اعتراض بکنن علیه این تفکر. توهین به اون بخش از زنان با حجاب هست که حجابشون رو جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به کسایی که حجاب نمیخوان. بنابراین زنان قدرت این که همه جامعه رو متحد بکنن دارن. همیشه هم میگم حجاب اجباری مثل یک دیواره. این دیوار اگر فرو بریزه، نظام دیکتاتوری مذهبی فرو میریزه که حق دخالت در زندگی من یک شهروند عادی رو در قرن 21 نداشته باشه. چیزی که دیگران دارن میگن چرا آقای خزعلی رو بپرسم، این مهم هست. آقای خزعلی، شما گفتید که اینها همه مهم هستن، افرادی که نظیر خانم علی نژاد دارن فعالیت میکنن، و شما تو همین برنامه ازشون تشکر کردید. فکر میکنید که آیا حاضر هستید با کسانی که نگاهشون اینطوری هست به مسئله مثلا مثل حجاب که میدونم با باورهای اعتقادی شما بسیار مهم هست، فکر میکنید با اینها حاضر هستید که در یک جمع قرار بگیرید؟ آیا فکر میکنید که در فردا ایران حاضر هستید حجاب آزاد باشه؟ ببینید، همسر من شاید بیشترین حجاب رو داره، اما او هم مخالف حجاب اجباری. اتفاقا ما همراه هستیم در این مسیر، و نکته ای رو ایشون اشاره کرده، من تشکر میکنم از خانم
مسیح علی نجات و انشاءالله اینو تقویت کنن. ما حجاب اجباری و کشف حجاب اجباری هر دو بی‌فرهنگی است. هر کسی باید اختیار پوشش خودشو داشته باشه و حالا آفتی که هست که باید خانم علی نجات زحمت بکشه از اونجا که متعرض خانم‌های با حجاب و روبندی میشن و این یعنی بی‌فرهنگی. همون کاری که زمان رضا شاه بود بی‌فرهنگی بود، کاری که جمهوری اسلامی کرد گشت ارشاد بی‌فرهنگی و خلاف حقوق بشره. امیدواریم انشاءالله ایشون این رو هم تاکید کنن که مراقب باشید، تکریم کنین خانم های محجب رو، خانم های روبندی رو، خانم های با حجاب رو، چون میخوام بگیم حجاب اجباری نه. من از خانم های محجب میخوام شما در این نهضت عدم اجبار در حجاب شرکت کنید، شما پیش قدم باشید. متشکرم آقای فضلی. این پوشش پیش قدم باشه. ممنونم آقای نامور. خیلی کوتاه یه دقیقه وقت داریم، من میخوام به شما دو نفر هم وقت بدم. خیلی کوتاه جنبندیتون رو بگین اگه ممکنه. ببینید جریان موقعیت بحران‌های خاصی ما داریم در کشور، راه حل‌های مختلفی براش وجود داره. من راه حلی که معتقدم راه حل اصلاحاته، این کم هزینه تر، ممکنه طولانی تر باشه، نتایجش خیلی طولانی تر به منصه زور برسه، اما سعی میکنه وارد گام های مبهم و تاریک نشه. صحیح. جامعه ایران هم کم و بیش میدونه که ببینید در دوره انقلاب ما تبعات حرکت انقلابی رو متوجه نبودیم. بس. الان متوجهیم، وارد طرحهای رویایی بدون آلترناتیو نباید بشیم. و یک نکته میگم، دولت ترامپ از لحاظ روشنفکران آمریکایی، از لحاظ فعالین حقوق زن خود آمریکا، یکی از ضد زن‌ترین دولت‌های آمریکاست و حتی سازمان‌های اطلاعاتی معتقد این دولت علیه، بنابراین با آقای راشدان سوالی که در همین زمینه از شما هم شده این که زمان بدید، زمان بدید هر تغییری که میخواد بشه چقدر باید طول بکشه، شما بفرمایید. من تمدن ایرانی رو که گهواره تمدن بشری در یک قدمی پرتگاه نابودی میبینم. این سرزمین اگر به دادش نرسیم از بین خواهد رفت. خب زمان بدید. نشانه هاش داره دیده میشه. ای کاش تمام افرادی که مثل ما دغدغه این کشور رو دارن، تمام آدم هایی که در داخل یا خارج از ایران هستن، دستشون رو به دست هم دیگه بدن و این کشور رو و این تمدن رو نجات بدید. من حرف دیگری ندارم. من نه اصلاحات رو نقد میکنم، نه به انتخابات دیگه اعتراض میکنم. حرف از این حرفا گذشته. یک سوم نیمی از شهروندان ایرانی گرسنه خواهند بود. بعد آخر برنامه بگم. خیلی کوتاه خانم علی نجات بفرمایید. دقیقاً. خیلی کوتاه آقای نامور حقیقی در تمام این ساعت برنامه شما علیه دولت ترامپ حرف میزنه، ولی علیه آقای مطهری که ضد زن ترین آدم در لیست بود، دوره نجف آبادی که قتل‌های زنجیره‌ای در واقع نقش داشت، یک کلمه نمیگه. چرا به ایشون رأی داد؟ به منی که رفتم با آقای پامپو گفتم ضد جنگ هستم، آقای مطهری نبود که، بس آقای مطهری نبود که، ولی باید همین امثال آزادای کامنتاری و آقای خزعلی، آقای راشدان، خیلی ممنونم از همه شما و ممنونم از شما که با این صفحه دای ویژه همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شما قرار خواهد داشت. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک ما در توییتر ما @bbcpage2 منتشر میشه. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو هم میتونید بشنوید روی اپلیکیشن پادکستتون. کلمه صفحه به فارسی رو در کنار عدد 2 جستجو بکنید. ممنون که با این برنامه همراه صفحه دای شدید.